الان شروع کردیم اپلای کردن، برای استارتاپ ها اپلای کنیم یا برای شرکت های بزرگ اپلای کنیم، کدومشون بهتره برای کار کردن، کدومشون رزوممون رو قوی تر میکنه، کدومشون برای جاب بعدیمون بهتره، مصاحبه کدومشون آسون تره، اصلا فرقشون چیه، تو کدوم کار کردن برای ما تو این بره از زمان بهتره. امروز اومدیم با هم دیگه دو تا مسئله خیلی بزرگ رو بررسی کنیم، کار کردن توی استارتاپ، کار کردن توی شرکت های بزرگ. این ویدیو اهمیت خیلی زیادی داره برای من، چون دوست دارم با هم دیگه یکم بررسی کنیم، نه تنها من در مورد نظرم با شما صحبت کنم، که دوست دارم شما هم برای من بنویسین، نظرتون رو بگین، دیدمون رو وسیع تر کنیم به کمک هم دیگه. سلام بچه ها، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. دوست دارم همین اول اشاره کنم که این ویدیو نه تنها نتیجه تجربیات خودم و علی هست، بلکه نتیجه مطالعه تعداد زیادی از مقاله هست که در این مورد و برای این سوال مهم که توی استارتاپ کار کنیم یا شرکت بزرگ مطالعه شده، بررسی شده و نتایجش رو من اینجا مکتوب کردم که چیز رو هم از قلم نندازم تا جای ممکن. خب یه مبحث خیلی پیچیده یه این که شما دوست دارین توی استارتاپ شروع به کار کنید یا توی شرکت های بزرگ، ولی خب بالاخره یه سری فاکتورها وجود داره که همیشه میتونه توی تصمیم گیری دخیل باشه. من یه سری از مواردی که حالا بررسی کردم دوست دارم با هم دیگه شروع کنیم، اون چیزایی که مهمتره رو بررسی کنیم. اولین چیزی که خیلی اهمیت زیادی داره اینه که بدونید توی شرکت های بزرگ معمولاً یه ساعت مشخصی هست، معمولا شما 9 میدید، حالا 5 و نیم یا 6 میاید بیرون. ساعت ورود و خروج خیلی مواقع ثبت میشه و این خودش یه موقع هایی اوایلش ممکنه خیلی آزاردهنده نباشه. میدونم که اواخرش مخصوصا وقتی که به آدم ها استعفا میدن این خیلی بلده و اصلا خیلی موقع ها دیگه بعدن آدم ها تو ماه های آخر کسری هم میخورن، کسری حقوق میخورن به خاطر ساعتی که دارن کمتر کار میکنن، دیگه زیاد براشون مهم نیست. چرا؟ چون این براشون ناراحت کننده و آزاردهنده است که یه همچین مسئلهی وجود داره. و توی استارتاپ چطوره؟ حالا توی استارتاپ ها اصولا تلاش میشه که بچه، من یه چیزی توضیح بدم قبل از اینکه وارد مبحث استارتاپ بشم. ما یه سری استارتاپ هایی داریم که هنوز شکل نگرفتن یا سرمایه های خیلی خوبی جذب نکردن یا اینکه اصلا توی لول خیلی خوبی نیستن. من دارم توی یه مبحثی صحبت میکنم که استارتاپ حالا یک همی لولش مشخص تره، این که معمولا سرمایه گذاره موفقی داشته یا نه، خیلی موقع میتونید برید بررسی کنید که یه استارتاپ کسانی که روش سرمایه گذاری کردن چند تا استارتاپ موفق خروجی دادن. من دارم در مورد استارتاپ هایی صحبت میکنم که یکم سر و شکل دارن، سرشون به تنشون میارزه. خب در مورد استارتاپ ها، ساعت کاری معمولا فلکسیبل تره، معمولا دارم میگم، بازم اینطوری نیست که دیگه واقعا هر زمان خواستین شروع کنین خیلی موقع ها به کار کن، خیلی موقع ها هم هست و یا خیلی موقع ها دیگه حالا من شبا کار میکنم یکی دیگه صبح، چون بالاخره خب اعضای تیمای مختلف باید بتونن با هم جلسه بذارن، باید بتونن با هم دیگه صحبت کنن، تعامل داشته باشن، مشارکت داشته باشن. اما نکته خوبش اینه که اینطوری هم نیست که اگه نهتون بشه 9 و 2 دقیقه، 9 و 3 دقیقه کسری کار میخورید 3 برابر اون 3 دقیقه، معمولا خیلی فلکسیبل تر. اما خیلی مهمه، فشار کارتون خیلی بیشتره، ناخودآگاه شما خیلی هم واقعا از 8 ساعت بیشتر دارید کار میکنید. خیلی موقع ها به خودتون میایید میبینید که دارید 10 ساعت در روز کار میکنید، 12 ساعت گاهن در روز کار میکنید. ولی من یه چیزی که دیدم اینه که خیلی مواقع، نمیگم همیشه، لطفا اینو بررسی نکنید که بگید او سارا گفتش که نه همیشه آدما دوست دارن کار کنن، نه، خیلی مواقع آدما به اجبار، ولی خیلی مواقع هم آدما دوست دارن که این تعداد ساعت رو بگذرونن، چون خودشون احساس میکنن که دارن یه چیزی میسازن، دارن یه ارزشی خلق میکنن، داره یه چیزی بهشون اضافه میشه. و این خیلی مواقع اگه آدما روحیه استارتاپی داشته باشن این براشون اصلا خیلی مسئله بزرگی نیست. پس این شد از ساعت کاری، که میدونید ساعت کاری توی شرکت های بزرگ خیلی معمولا well defined به قول معروف. حالا اگه بریم توی مسئله مهم
موارد از پیش وجود داشته و ساخته شده. خب بچه‌ها خیلی مشخصه که توی شرکت‌های بزرگ خیلی از ساختارها شکل گرفته، ساختار تیم‌ها شکل گرفته، ساختار پروسه‌ها شکل گرفته، نحوه تعاملات، نحوه همکاری‌ها، خیلی مواقع خیلی چیزها از پیش وجود داره و شکل گرفته. وقتی که وارد استارتاپ میشید خیلی از مواقع شما هستین که باید پیشگام بشین برای شکل دادن دونه دونه اینا. خیلی مواقع ممکنه که شما باید باشین که تیمو بسازین. تیم ساختن اصلاً کار آسونی نیست. انتخاب یه آدم برای اینکه بخواید وارد تیمتون بکنیدش، آیا فرهنگش با فرهنگ تیم شما بخونه؟ دارید سرمایه گذاری میکنید روی یه نیرو، دارید سرمایه گذاری میکنید روی زمانش، روی انرژیش، و دارید سرمایه گذاری میکنید روی انرژی و زمان شرکت، دارید از همه ریسورس ها علاوه بر پول استفاده میکنید. پس اون کسی که دارید وارد تیم میکنید اهمیت زیادی داره. اگه پروسه‌ای وجود نداشته باشه باید بدونید که ساختن این پروسه ها خیلی مواقع مسئولیت شما میشه، اگر که حالا بستگی داره تو چه لولی هم دارید کار میکنید دیگه. ولی اگر نظر من بخواد باشه، شما در هر لولی از لول اگزیکیوتیو لول پایین‌تر تا لول منیجمنت و استاف انجینیرینگ و تا لول حتی سی لول، به نظر من همه باید مسئولیت پذیر باشن تو ساخت این پروسه ها و ایجاد این تعاملات و نحوه شکل دادن همکاری به بهترین صورت، تا اینکه بتونید واقعا بتونید اون استارتاپ رو موفق بکنید. پس در نتیجه کار این موقع ها به نظر من توی کمپانی های بزرگ بهتر بچه ها نگاه کنید، اگه من باشم میگم بهتر نیست. خب این خیلی شخصیه، حرفایی که دارم میزنم خیلی به پرسونالیتی آدم هم برمیگرده. من بد و خوبشو نمیگم اصلا، من دارم میگم که چی بهتر، چی هست چی نیست. چون اگه از نظر من باشه مثلا کلن کمپانی بزرگ برای من فیل شده است. خیلی مواقع انتخاب یک کمپانی بزرگ برای من تقریبا فیل شده است این بره از زمان. بنابراین من نظر خودم رو دیگه نمیگم که چی خوبه چی بده. در مورد مسئله بعدی که موضوع میشه در مورد پیشرفت، اگر آدمی هستید که پیشرفت توی کارتون براتون خیلی اهمیت داره، پیشرفت توی کریر لایفتون براتون اهمیت داره، باید بدونید که این مسئله توی استارتاپ خیلی بیشتر از کمپانی بزرگه و در این مورد اعداد و ارقام به شدت زیادی وجود داره، استادیای به شدت زیادی وجود داره که هر کدومش رو بررسی کنید میبینید. دلیلش هم اینه که توی 6 ماه اول کمپانی بزرگ معمولاً کمپانی بزرگ عدد ولیو داره برای شما. خب یه سری ابزارهای انترپرایز تر هست، یه سری پروسه های انترپرایز تر هست. بعد از 6 ماه تو و این تقریبا 6 تا 8 ماه و این تقریبا تجربه 70-80% آدم هست، شما همچنان برای کمپانی عدد ولیو هستین، چون شما دارید اون چیزی که کمپانی میخواید و براش برمقام میارید، ولی دیگه کمپانی زیاد برای شما عدد ولیو نیست، ارزش افزوده خلق نمیکنه. چرا؟ چون که نمیذاره شما خیلی جلو برید، اکثرا با نهای زیاد مواجه میشید، با بلاکرهای زیاد مواجه میشید، با تیمایی که با درخواستایی که میره هی به تیمای بالاتر. خیلی موقع ها اصلا وسط نمیدونی کدوم یکی از این تیما گم شده. خیلی مواقع در ایده های زیادی که همینطوری میاد روی کاغذ میمونه، توی ایمیل ها میمونه و اصلا چی میشه نمیدونیم چی میشه. خیلی مواقع به خاطر اینکه انقدر ایمیل ها زیاده، انقدر جلسات زیاده، انقدر همه چیز زیاده که اصلا نمیشه، فرصت نیست خیلی برای اینکه پیشرفت کنید. و یه چیز دیگه این که معمولا چون تسکا محدود تر میشه، ناخودآگاه آدم ها چون فشار کمتری بهشون وارد میشه مطالعهشون هم میاد پایین تر. باز برای اینم استادی زیاد هست، یعنی اگه دارم این حرف رو میزنم بر اساس تمام چیزایی که خوندم و خلاصه کردم اومدم دارم میگم. ناخودآگاه وقتی آدم ها ازشون انتظار کمتری میره، تسک سبکتری و روتینتری بهشون داده میشه، تحت فشار کمتری قرار میگیرن، کمتر مطالعه میکنن و این کمتر مطالعه کردن پیشرفت کمتری براشون در بره زمانی طولانی تر رقم میزنه. پس در نتیجه بگم که پیشرفت توی استارتاپ همونطور که بررسی کردیم در مقایسه و برخلاف شرکت های بزرگ
خیلی زیاده. چرا؟ چون آدم ها مجبورن بسازن، برن جلو، بسازن، برن جلو، بسازن، و این سرعت خیلی باید زیاد باشه. چرا؟ چون دنیا خیلی داره سریع حرکت میکنه، محصولات دیگه به شدت دارن پیشگام میشن، و اگر که شما یک روز از دست بدید، دو روز از دست بدید، و هر به ازای هر نفر دارید 8 ساعت ها از دست میدید، و این خیلی بزرگه، این خیلی ریسورس بزرگیه. در نتیجه بدونید که به عنوان یه فردی که دارید میرید توی استارتاپ، فرصت پیشرفت بیشتری دارید اگر که روحیه یه پیشرفت داشته باشید. اگر خودتون عامل بازدارنده باشید، نه تنها خودتون پیشرفت نمی کنید، که بلکه اون کسانی که دارن با شما همکاری میکنن هم جلوی پیشرفت اونها رو هم میگیره. پس عامل بازدارنده نباشید به هیچ وجه. میریم سراغ گزینه بعدی که گزینه مورد علاقه منه، خلاقیت. بحث خلاقیت و نوآوری خیلی وقته که کلن داره بررسی میشه توی کمپانی‌های بزرگ که ببینن چطور میتونن اینو برگردونن. خیلی جالب بود، یه مقاله داشتم میخوندم که نوشته بود که خیلی موقع ها اومدن با اینکه یه سرسره بذارن توی فضای کار، پلی استیشن بیارن یا همه اینها، سعی کردن که این خلاقیت ها رو بیشتر کنن و نشد، یعنی فیل شده، همه اینها فیل شده، مخصوصا برای کسانی که توی برهه سنی 30 تا 40 سال هستن، اینا کاملا فیل شده بوده. یعنی فقط یه سری نیازهای محدود برای آدم ها خیلی خوشاینده، که حالا نیازهای مثلا فری فود همیشه برای آدم ها خوشاینده داشتنش، چون احساس امنیت میده با آدم ها توی آفیس، چون یه دغدغه رو از دغدغه های آدم ها داره کم میکنه. ولی معمولا آدم ها تو برهه زمانی 30 تا 40 سال دارن کریر لایفشون رو میسازن، اصطلاحا اینجا بهشون میگن کریر کروشونه، و تو اون کریر کرو شما پا نمیشی 24 از سر کار، موقعی که نیاز به تمرکز زیاد داری، همین الان کلی ایمیل و نوتیفیکیشن واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و کلاب هاوس و این و اون و اون و اون هستن که تمرکز شما رو ازت بگیرن. شما راه نمیافتی از این ور بری تنیس بازی کنی، از اون ور بری پلی استیشن بازی کنی، از اون ور اصلا ناخودآگاه دلت میخواد بشینی یه موضوعی رو فوکس کنی، تموم بشه بری سراغ زندگیت. یعنی ناخودآگاهت بهت این باهات این بهت اینو القا میکنه، بهت اینو یاد میده. در نتیجه اینا برای برهه سنی معمولا 18 تا 24 5 ساله که خب خیلی اون موقع ها هم آدم ها هنوز توی برهه نیستن که بخوان خلاقیت زیادی، ایده های نوآورانه زیادی به کمپانی اضافه کنن. چرا نیستن؟ باز برای این هم استادی وجود داره، به خاطر اینکه آدم ها اکسپریانسشون کمتره، مطالعهشون کمتره، ناخودآگاه بست پرکتیس ها رو کمتر تشخیص میدن، کمتر تشخیص میدن که چه چیزی به موفقیت منجر میشه، چه چیزی به فیلیر منجر میشه، و این ناخودآگاه به خاطر اکسپریانس کمتره ها. یعنی اصلا اینجا الان سوء تفاهم لطفا نشه بچا، اینا حرف من نیست، اینا کلی استادی پشتشه. و خیلی خوبه اون موقع آدم ها انرژی دارن که خیلی از کارهایی رو بکنن که آدم های 30 تا 40 ساله دیگه نمی کنن. خب ولی ناخودآگاه همین که شما اکسپریانس کمتری دارید منجر میشه به اینکه نوآوریاتون بزرگ نباشه. حالا فرض کنید که توی یه کمپانی بزرگ 2000 نفری دارید کار میکنید، اصلا دیگه مینیموم 2000 نفر دیگه بزرگ، اینجا واقعا الان برای من میشه 300,000 نفر، میشه یک خیلی عددا بزرگتره، حتی میگیم 2000 نفر، نمیگیم خیلی بزرگ. یه دونه ایده آورد، اصلا من میگم 1000 نفر، نمیگم حتی 2000 نفر، شما یه ایده میاری به منیجرت میگی، منیجرت هفته دیگه با منیجرش چیز داره، میتینگ داره، پس یه هفته افتاد عقب، منیجرتون با هفته دیگه با منیجراش، دو هفته دیگه ماهانه با منیجراش اصلا بررسی میکنن ایده ها رو، افتاد برای یه ماه و نیم بعدی. اونا میان هر کوارتر بررسی میکنن ببینن که ایده ها چجوریه، افتاد برای کوارتر بعدی، بعد میره تو کوارتر میگن که او نه، او ایده های قبلی که از 4 تا کوارتر قبلا داشتیم هنوز تو لول استکمونه و نمیتونیم الان به ایده های جدید تره یه وارد یه اقیانوسی از ایده بشیم.
اصلا ناخودآگاه فیل این قضیه توی کمپانی بزرگ نوآوری معمولا فیله، به خاطر اینکه انقدر ردبندی وجود داره، انقدر باید بره بالا تایید بگیره، بره بالاتر تا اصلا خیلی مواقع که گم میشه، خیلی مواقع میگن نه اصلا احتیاجی نیست، اولویتمون نیست، اصلا ما بدون این داریم کار میکنیم، بدون این داریم درآمدزایی میکنیم، چرا خودمون رو درگیر کنیم، نه این ولش کن الان هزار نفر رو میخواد که درگیرش بشه، اگه اینو مثلا انقدر بهانه های مختلف میاد که اصلا شما یه بار ایده میدی دفعه دوم میگی ولش کن چه کاریه، واقعا اصلا دنبال سردردش نمیگردم. تو استارتاپ ایده پردازی اهمیت خیلی زیادی داره. شما اگه شخص نوآوری نباشی، اگه شخص خلاقی نباشی، خیلی به نظرم جای خوبی هم توی تیم نداری. چرا نداری؟ به خاطر اینکه شما باید دائم سعی کنی که ایده های جدید وارد تیم کنی و دنیای شرکت و دنیای تیمت رو بزرگ کنی. خیلی مواقع این ایده ها همون به همون دلیلی که آدم های گفتم 10-12 ساعت کار میکنن، خیلی سریع چون با منیجرت یه ساعت بعد میتین، اصلا دلت میخواد همون موقع زنگ میزنی با منیجرت مطرحش میکنی، اونم زنگ میزنه همون موقع با منیجرش مطرح میکنه، 3 ساعت بعد قضیه بسته شده، 3 ساعت بعد فردا یا اسپرینت بعدی رو گذاشتیم برای اینکه ایده جدید رو شروع کنیم دیولپ کنیم. نه اصلا هکتون این کوارتر ما شروع میکنیم ایده جدید رو دیولپ میکنیم. در نتیجه بدونید که توی استارتاپ خیلی زیاد پذیرش، دوباره میگم استارتاپی که سرش به تنش بیارزه، ایده پردازی و خلاقیت توی استارتاپ اهمیت خیلی 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 زیادی داره. میریم سراغ، دوست ندارم که ویدیو طولانی بشه، زیاد بود اطلاعاتی که راجع به خلاقیت و مرگ خلاق، اصلا کلی کتاب نوشته شده راجع به مرگ خلاقیت برای سر کار توی شرکت های بزرگ که برای من خیلی جالب بود. من یکی دو تاشو رفتم توی گودریدز، حتی بریفشون هم خوندم و اصلا ناراحت شده، یعنی من مخالف بودم، بعد یوهوی حجم جدیدی از اطلاعات وارد زندگیم شد که اصلا گفتم چرا ما داریم با خودمون این کارا رو میکنیم، چرا اجازه میدیم با همون این کارا رو بکنن، چرا هیچی نمیذارن از همون بمونه. میریم سراغ عامل بعدی، آیتم بعدی. آیتم بعدی، ولی اینجا وینر کیه؟ وینر حتما شرکت بزرگه. برگ برنده بودجه و ابزار حتما دست شرکت بزرگه. چرا؟ چون به خاطر اینکه دیگه پول نامحدود معمولا دارن، شما وقتی که میری معمولا بهترین ابزارها معمولا، تکرار میکنم، خیلی به مدیرهای میان ردهی بستگی داره این حرفی که دارم میزنم، خیلی خیلی به اکسپریانس و سنیوریتی لیول مدیران میان رده بستگی داره، ولی معمولا خب باجت های خیلی بزرگ دارین، معمولا ابزارهای خیلی خوب دارین و دستتون خیلی بازه. وقتی که میرید توی استارتاپ خودتون رو آماده کنید، یه زره بپوشید که به ازای، ولی این قسمت باعث دوباره میشه که شما پیشرفت کنید، که به ازای هر یه دونه چیزی که میخواید یه زره تنتون کنید، هزار تا دیتا در بیارید که بگید اگه من انقدر هزینه کنم انقدر خروجی دارم برای شرکت شما به ازای هزینه که دارم میکنم، چه برای ابزار چه برای هر چیز دیگه. حالا این هزینه فقط هزینه مالی نیست، ساعت، منابع انسانی، انرژی، هزینه. باید بتونید ثابت کنید برای استارتاپی که سرش به تنش بیارزه که این برای شما خروجی داره. خب پس اینجا مرگ برنده حتما دست شرکت های بزرگه و واقعا نمیشه انکار کرد که ابزارهایی که شرکت های بزرگ استفاده میکنن خیلی موقع هیجان انگیزه، خیلی موقع ها تجربه های خیلی بزرگی بهتون میده، ولی خب 6 ماه اول و خیلی معلومه که شرکت بزرگ رو دوست ندارم، خودم میدونم. در مورد حقوق، آخ که من چقدر دوست دارم این مبحث رو شروع کنم، اصلا میتونم اینو بذارم کنار بشنم سوال ها راجع به این مبحث شروع کنم صحبت کنم. بچه این کاملا به هم اثبات شده است، با ریکروئیترهای زیادی در موردشون صحبت کردم، تجربه شخصیم بوده، استادیام بوده و خیلی چیزهای دیگه. شرکت های بزرگ به شما یه حقوقی میان آفر میدن که نه بالای نه پایینه،
خب یعنی مثلا میگن که رنج مارکت برای سنیوریتی لول شما مثلا 70 تا 75. شرکت بزرگ همینقدر بهتون آفر میده، نه از 70 تا کمتر بهتون آفر میده، نه از 75 تا بیشتر بهتون آفر میده. حالا چه مشکلی وجود داره اینجا؟ خوبه، خیلی خوبه، بازم خوبه، به خاطر اینکه خب داره اون چیزی که معمول مارکته بهتون میده، بازم حداقل حقتون ضایع نمیشه. اما خدا اون روز رو نیاره که کارتون به درخواست دادن برای افزایش حقوق یا سنیوریتی لول برسه. میام اون قضیه داستانه رو تعریف کردم که میره منیجرتون با منیجرش یه هفته بعد جلسه داره، اون یکی یه ماه بعد، اون یکی یه کوارتر بعد، منیجر اون یکی با اون فایننس یه سال بعد جلسه داره. یعنی شما برو برای یه سال بعد مینیمم، بعد یه سال بعد اگه تایید شد اونقدری که شما درخواست داری تایید نمیشه معمولا، چون احساس میکنن که اوکی ما میگیم. و خیلی موقع ها نمیشه، خیلی موقع ها دیر میشه و انقدر آدم ها سر همین مسائل از شرکت بزرگ استعفا میدن که تعدادشون واقعا اصلا سرسام آوره. اوکی اولش دست درد نکنه، به من یه حقوق عاقلانه عادلانه آفر دادی، ولی بعدش داری منو، خلاقیت منو میکشی، داری از دانش من استفاده میکنی، من دارم برای تو عدد ولیو میشم، تو برای من عدد ولیو نمیشی، حقوقم هم اضافه نمیکنی، من برای چی برای تو کار کنم؟ یعنی من هنوز این مسئله رو درک نمیکنم. گاهی موقع ها هم ممکنه که آدم ها نیاز به یه شرایط استیبل داشته باشن، اینو بگم که حالا راجع به این صحبت میکنم. ولی خب دیگه میگم درخواست افزایش حقوق برو 1500 تا لول باید بررسی بشه. تهش هم خیلی مواقع اگه بشم خیلی با پیچ و خم های زیاده. حالا تو استارتاپ ها کاملا دو دستن، بستگی داره که سری فاندینگشون چی باشه، بستگی داره که چقدر بودجه داشته باشن، و بستگی داره که سنیوریتی لول شما، اکسپریانس شما، تعداد سالهای کاری شما، مهارت شما و پوزیشنی که دارید استخدام میشید چی باشه. اگر که شما نیروی کار به درد بخوری باشید، خیلی مواقع سر شما می جنگن و این جنگیدنه به نفع شما تمام میشه، به خاطر اینکه دارن کامپتیتیو سالری به شما آفر میدن. خیلی مواقع هم نه، میان زیر اون خطه به شما آفر میدن که شما میگی اوکی من کانسیدر نمی کنم شرکت شما رو، به خاطر اینکه من لولم انقدر از اون لول حقوقی که در نظر گرفتم از این کمتر نیست. و اونا هم میگن خب پس ما نمیتونیم پرداخت کنیم، شما هم میگی من نمیتونم ادامه بدم، خدا نگهدار. اینجا چه اتفاق میفته؟ اگه که استارتاپ در شرایط سری فاندینگ خوبی باشه، معمولا یه کامپتیتیو سالری به شما میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که اون شرکت بزرگه به شما گفته 70 تا 75، اینجا برای شما اتفاق خوب میفته، اینجا دیگه برو بالای 80. خب به خاطر اینکه باید یه چیزی به شما بده که اون برندینگ اون رزومه ها رو نداره نمیده، شما برید دیگه. و خب اتفاقی که میفته معمولا حقوقات توی استارتاپ های خوب بالاتره. افزایش حقوق گرفتن چه شکلیه توی استارتاپ ها؟ امروز میری با مدیرت جلسه میذاری، میگی من 5% افزایش حقوق میخوام، اون میگه که اوکی ما هفته دیگه سه‌شنبه ها جلسه فایننس داریم، بررسی میکنیم و احتمالاً یک ماه میره به حالا مثلا ماکسیموم یک ماه میره. واقعا من ماکسیمومش رو بررسی کرده بودم، یک ماه بوده آدم ها تونستن چیز کنن اینو، اصلا رفتم چک کردم مطمئن بشم. ماکسیموم معمولا یک ماه طول کشته که آدم ها درخواستشون رد یا قبول بشه، یا رد میشه یا قبول میشه. و اتفاق خوب اینه که معمولا چیزی که گزارش شده بود این بود که توی استارتاپ ها برای اینکه شما رو درخواست شما رو رد کنن باید دلیل محکم داشته باشن. چرا باید دلیل محکم داشته باشن؟ چرا شما استارتاپشون رو ول نکنید برید همین الان به یه استارتاپ دیگه شروع به کار کنید که 20,000 تا میذاره رو حقوقتون، شروع بهشون کار به شما میکنه؟ پس به شما باید رسیدگی کنن که شما رو نگه دارن، میدونید؟ یعنی میدونن که کسی که توی استارتاپ کار میکنه احتمالا استارتاپ بعدی 20,000 تا 30,000 تا بالاتر بهش آفر میده که ببرش، اگه آدم واقعا توانایی باشه. پس در نتیجه باید شما رو ساتیسفاید نگه دارن. یه اتفاق خیلی خوبه دیگه توی استارتاپ هایی که سرشون به تنشون میارزه میفته،
که خیلی مواقع به شما شیر آپشن بعضی مواقع کلمه درستی نیست، ترم درستی نیست، بعضی مواقع به شما ها استاک آپشن یا شیر آپشن آفر داده میشه که این گزینه خوبیه، به خاطر اینکه شما الان مثلا 2000 یورو میدی و مثلا 10000 تا سهم از شرکت رو میخری، موقعی که این ارزش این سهم داره میره بالاتر شما دیگه پول نمیدی، ولی شما داره به پولت اضافه میشه. و اینکه شما وقتی که یه شیر آپشنی داری، شما داری برای بیزنس خودت میجنگی. اون 10-12 ساعتی که اولش گفتم، اون موقع داری برای بیزنس خودت کار میکنی، چون بالاخره اگر که اون بره بالاتر ارزش درآمد شما هم میره، ارزش اون شیر شما هم میره بالاتر. و علاوه بر این، خب خیلی از استارتاپ هایی که سرشون به تنشون میارزه الان میان خیلی بنفیت های خوبه به شما میدن، چرا؟ چون باید بتونن دوباره رقابت کنن. بچه ها، این رقابتی که دارم میگم چیه؟ این رقابت و چرا اینقدر مسئله مالی توی استارتاپ ها و شرکت های بزرگ پیچیده است؟ به خاطر اینکه شرکت های بزرگ میان میگن که ما یه چیزی داریم، واقعا اینو میگن. میگن که اسم ما میاد تو شرکت. من قشنگ یادمه، یعنی ببینید بچه، من این تجربه، این مصاحبه ها رو با ایوای داشتم، یکی از 4 تا شرکت بزرگ دنیا، با گوگل داشتم، با هاب اسپات داشتم، با فیسبوک داشتم، با مایکروسافت هنوز نداشتم، با بجز فیسبوک با هر ستاشون هم به آفر رسیدم. کلن هم دوست دارم برم مصاحبه ببینم با خودم چند چندم. اینجوری نگاه نکنید که الان چقدر میره این مصاحبه. من کلن خوشم میاد پروسه مصاحبه، یه پروسه که همیشه باعث میشه من به چلنج کشیده بشم و یه لول برم بالاتر. من ناخودآگاه اصلا میافتم خیلی مواقع توی پروسه مصاحبه، حتی اگه نخوام کارم رو عوض کنم میرم مصاحبه، خوشم میاد. و هر واقع اینجا، خب اینطوریه که شما وقتی که با توی لینکدینتون، قبلا تو اون ویدئوی لینکدین توضیح دادم، اوپن تو ورک بذارید برای ریکروترها، میان خودشون بهتون آفر میدن. و من یادمه که ریکروتر گوگل و ایوای دقیقا به من همین حرف رو زدن، اسم گوگل و ایوای میاد توی رزومت دیگه هزار تا در به روت باز میشید. که من اینجوری بودم که ببین، تو خودت اومدی با من مصاحبه کنی، الان چرا من باید اسم ایوای و گوگل بیاد توی، فکر کنم به این که لازم دارم اسم گوگل و من برای هیچ کدومشون اپلای نکردم، اینو بگم، خودشون اومدن به من آفر دادن، چرا من نیاز دارم که الان وارد بشم تو اون شرکت و اسم اون شرکت ها بیاد توی رزومم که انقدر فکر کنم بهش محتاجم؟ ولی خب خیلی مواقع آدم ها دوست دارن که اسم این شرکت ها توی رزومشون باشه. اصلا من خورده نمیگیرم، کاملا کاملا قابل احترام و قابل درکه. برای من این ارزش نیست. برای من توانایی و دانش از همه چیز مهمتره. برای من ارزش اینه که من حتی اگر که توی ایوای و گوگل نیستم الان، اونا میخوان که با من مصاحبه کنن و منو جذب کنن. برای من این ارزشه. ولی برای خیلی از آدما داشتن این برند ها توی رزومه از ارزش زیاد و اهمیت زیادی برخورداره. پس در نتیجه چیزی که الان استارتاپ باید باهاش بجنگه اینه که اون برندینگ رو نداره توی رزومه آدم ها و یه استارتاپه و حالا یه شرکت مید سکیله که معروف نیست. آدم ها میگن که من فلانجا کار میکنم، حالا باید یه قصه طولانی توضیح بدی که داستان چیه، پروداکت چیه، تو چی کار میکنی و و و طولانیش نمی کنم. در مورد همینجا که دارم توضیح میدم، اینو بگم که خب یه دستاورد دیگه اون برندینگ گینه که احتمال سقوط شرکت بزرگ کمه. خب دیگه خیلی احتمالش کمه مثلا یه شرکتی مثل گوگل فیل بشه، دیگه خدایی دیگه کمه دیگه آدم. ولی خب همونقدر که احتمال فیل شدن شرکت بزرگ کمه، در مقابلش استارتاپ کمی هستن که دووم میارن و ممکنه که رزومه شما به خطر بیفته. باز دقت کنید برای چی از اون موقع دارم تذکر میدم، استارتاپی رو انتخاب کنید که سرش به تنش بیارزه. بچه ها، هر شرکت بعدی که میخواید برید، روی تمام شرکت های قبلی که توش کار کردیم بررسی میشه. در نتیجه تو انتخابتون خیلی دقت کنید، حتما برید بررسی کنید سرمایه گذاره استارتاپ شما چند تا استارتاپ موفق داشتن، الان لول استارتاپ شما، ازشون حتی سوال بپرسید در مورد رونیو شرکتشون، اونا موظفن که به شما توضیح بدن در حین پروسه استخدام. خب یه مسئله دیگه که وجود داره، حالا
این گاهی خوبه گاهی بده. واقعا من در مورد خوب بده این اصلا به هیچ نقطه خودم نرسیدم، ولی هایرکه توی شرکت های به من میگن تو خیلی دیکتاتوری خیلی مواقع، و الان یاد این افتادم خندم گرفت. توی شرکت های بزرگ توی هایرکی خب خیلی زیاده دیگه، شما یعنی آب میخوری هایرکی تغییر میکنه، این قضیه خیلی زیاده و هی باید با مدیرای مختلف، هر کس یه مدیر یه چیزی، هر کس هد یه چیزی، بعد هی اینا بالا و پایین داره و خیلی همه اون گزارشایی که باید بدید، همه تسکایی که به دستتون میرسه، همه درخواستایی که دارید تو این هایرکی ها میچرخه. واقعا گاهی خوبه، واقعا کمک کننده است، گاهی موقع هم واقعا دیگه همونطوری که قبلا راجبش صحبت کردیم آزاردهنده است. توی شرکت های کوچیک‌تر، استارتاپ ها و مید اسکیل ها، خیلی مواقع ببینید بچه کلا تا لول زیر 150 نفر شرکت ها میشه، اصلا اینم دوباره یه استادیه که شرکت تا 150 نفر معمولا میتونه فلت باشه، بعد از چیز 150 نفر معمولا دیگه مدل های هایبرید دارن کار میکنن آدم ها، که حالا تیم های داخلی هایرارکی زیادی ندارن ولی خب یه مدیران میان رده وجود دارن. توی شرکت های استارتاپ این فلت بودنه گاهی خوبه گاهی نیست، ولی خب خوبه زیاده، واقعا وارد جزئیاتش نمیشم، مهم بررسی تفاوتشون بود. یه چیز خیلی مهم هست که دوباره به نظر من وینر اینجا شرکت بزرگه و مسئله منتورشیپه. توی ستارتاپ ها معمولا منتورشیپ وجود نداره، خیلی نمیگم کامل، ولی توی شرکت های بزرگ خیلی مواقع منتورشیپ خیلی بهتره، خیلی قوی تره، شما منتورهای قوی تری دارید. گاهی مواقع این منتورها رو داشتن میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، بستگی داره کی داره منتورتون میکنه. اگر که طرفی که داره منتور میکنه شما رو دانشش آپدیت نباشه که دیگه یار وقت با شما یار نبوده دیگه، اگر که خیلی آدم قوی باشه خیلی میتونه آسانسور باشه برای کریر لایف شما، واقعا میتونه آسانسور باشه. شرکت های کوچیکتر منتورتون میشین خودتون، میخونید کار میکنید، انقدر اینطوری جلو میرید که خب سعی و خطاش بیشتر میشه و میگه موقع های واقعا سخته، یه موقع های خیلی خوبه، یعنی بد و خوبش با همه. خب من الان اینو میبندم، موارد زیاد دیگه ای هست، ولی چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم این که چرا کانال سابسکرایب نکردین هنوز، اینو بعدا راجع به صحبت میکنیم اگر هنوز سابسکرایب نکردین. ولی بچه ها انتخاب استارتاپ و شرکت بزرگ خیلی انتخاب سختیه، بنابر روحیاتتون انتخاب کنید، به حرف هیچ کسی تو این دنیا گوش ندید، نه به حرف من گوش بدید، نه به حرف اونی که مدیر مایکروسافت، مدیر گوگل گوش بدید، نه به حرف اینفلوئنسرها گوش بدید، نه، برید جلسه مشاوره بردارید، مشاوره کاری بردارید، بهتون میگی که چی و تست بدید. بچه‌ها تست‌های روانشناسی خیلی خیلی خوبی الان وجود داره، بهتون کمک میکنه که ببینید روحیاتتون به چی نزدیکه. یادتون باشه مهمترین چیز اینه که شما خوشحال باشین، این خوشحالی برای من به عنوان برای من سارا اینه که من بتونم خیلی فرصت پیشرفت داشته باشم، بتونم خودم تیم بیلد آپ کنم، بتونم خودم به جنگم برم جلو. برای من اینا خوشحالیه، برای من اینکه حقوقم بالاتر باشه از شرکت بزرگ خوشحالیه، برای من خیلی برندینگ کمپانی اهمیت زیادی نداره، این که سرش به تنش بیارزه اهمیت داره، ولی اینکه خیلی واو من فلان جا کار میکنم، اوکی تموم شد، اون آدم پردا میره خونهشون زندگی میکنه، من برمیگردم خونمون زندگی میکنم، مهمونی تموم شد خدا نگهدار، یک ساعت بعد ایشون خونهشونن من خونمونم، من اون یک ساعت بعد همچنان خوشحال باشم، اون اهمیتی نداره که ایشون میخواد بره پشت سر من چی بگه. پس در نتیجه به خوشحالی خودتون توجه کنید و به بخت خودتون توجه کنید.
چی خوشحالتون میکنه اونو انتخاب کنید. امیدوارم که بهترین انتخاب رو بکنید. این مسئله خیلی مسئله بزرگیه، خیلی ها در موردش اومدن با من مشورت کردن و من شاید اصلا گزینه مناسبی نباشم برای مشورت کردن، چون من به شدت انرژیم بالاست، به شدت سرعت ذهنم بالاست و منو کمپانی بزرگ به شدت خسته میکنه، چون من دوست دارم، من تو یک هفته تعداد اتفاقاتی که توی زندگی میافته معمولا توی یه سال دو سال تو زندگی آدم ها میافته. در نتیجه من گزینه مناسبی برای مشورت توی این مواقع خیلی نیستم. بچه ها ممنون که به هم اعتماد میکنید، ولی این ویدیو رو ساختم برای اینکه یک بار برای همیشه نظرم رو در مورد اینکه چرا شرکت بزرگ نمیرم، چرا الان که فرصت دارم مثلا فلان انتخاب رو نمیکنم یا به نظرم کدوم بهتره صحبت کنم. دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی ممنون میشم که نظر شما رو بدونم، چون به نظرم دونستن تجربه آدم هاست که دنیای آدم ها رو بزرگتر میکنه. آدم ها برس... من دوست دارم best practice ها رو همیشه بدونم. تجربتون از کار کردن توی شرکت های بزرگ و کوچیک و مید اسکیل و استارتاپ بذارید، من خیلی خوشحال میشم بدونم، بخونم و یاد بگیرم. دوست دارم اینجا بیشتر یاد بگیرم تا اینکه مشاوره بدم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، امیدوارم که برام لایک کنید ویدیو رو، امیدوارم برام کامنت بذارید، امیدوارم که توی چنل سابسکرایب کنید. خیلی از خودتون مراقبت کنید این روزا بیشتر از همیشه.